در ادامه گفتگوهای شبکه جهانی دور تیوی با صاحب نظران و فعالان سیاسی اجتماعی در ارتباط با فساد کلان ریاست قوه قضاییه، این بار گفتگویی رو با ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی داشتیم. توجه شما رو به این گفتگو جلب. آقای قدیانی، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو شرکت میکنید. سلامت بشین انشاءالله. متشکرم. آقای قدیانی، همینطور که در جریان هستید، داغ‌ترین خبر رسانه‌ها این روزها همین حساب‌های شخصی آقای صادق لاریجانی ریاست قوه قضاییه است. این 63 حساب در دوم آبان ماه توسط شبکه جهانی دور تیوی افشا شد. بعد آقای طیب نیا به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اومدند و وجود این حساب‌ها رو تایید کردند. در این مدت من با صاحب نظران سیاسی اجتماعی و حقوقدان‌ها گفتگوهای زیادی رو داشتم در ارتباط با این حساب‌ها. نظر شما رو می‌خواستم بدونم در ارتباط با نفس وجود این حساب‌ها به نام آقای صادق لاریجانی. ببینید، اولا این عمل مسلماً غیر قانونی، غیر شرعی، غیر اخلاقیه، چون اینا حق ندارن که سپرده‌ها رو به حساب شخصی بریزن. ببینید، این دقیقاً یعنی فساد ساختاری، این دقیقا یعنی این. ببینید، وقتی گفته میشه فساد ساختاری، وقتی گفته میشه در این کشور فساد ساختاری و نهادینه شده، معنی اون اینه که دستگاه‌هایی که باید با فساد مبارزه و آن را از میان بردارن خود فاسد میشن. خودشون وقتی فاسد شدن، یکی باید با فساد مبارزه کنه. اون وقتی که شاهد چنین مفاسدی در این ابعاد میشیم ما، یعنی دستگاه قضایی و در رأس اون آقای صادق لاریجانی مرتکب چنین فسادی میشود. گفتن که تشکیل این حسابها به اذن رهبری بوده. رهبری چه حقی داره که این اذن رو بده؟ آقای خامنه‌ای به هیچ وجه من الوجود چنین حقی نداره که چنین اذن و اجازه‌ای به رئیس دستگاه قضایی بده. اگر چنین اذن و اجازه‌ای داده باشه، خود آقای خامنه‌ای هم باید پاسخگو باشه. و همون اینکه چرا رهبری دست به این که چرا رهبری دست اینا رو باز میذاره، این چنین در تصرف اموال مردم چرا این چنین اجازه هایی به اینا میده؟ به نظر من اینا پاداش هاییه که به عوامل سرکوب و ایجاد کنندگان اختناق پرداخت میشه و در نهایت هم تاوان و خسارتیه که مردم برای حکومت مادام العمر یک شخص و استبداد ورزی اون میپردازن. تمام اینا در نهایت هزینه هاییه که ملت پرداخت میکنه. آقای قدیانی، بعد از اینکه آقای طیب نیا در تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی مصاحبه کردند، آقای محمود صادقی نماینده تهران در صحن علنی مجلس خواستار انتشار اسناد این حساب‌ها شدند از سوی ریاست قوه قضاییه، که اونجا بود که آقای صادق لاریجانی سکوت چند هفتگی خودشون رو شکستند و با حمله به ریاست جمهوری و مجلس و نمایندگان موضع گیری کردند، برخورد قهرآمیزی داشتند. سوال من شامل دو قسمته. اولین قسمتش، نظر شما رو میخوام در ارتباط با درخواستی که آقای صادقی داشتند و خواستند از ریاست قوه قضاییه که اسناد این حساب‌ها رو منتشر کنه. دومین قسمت سوال من در ارتباط با برخورد آقای صادق لاریجانی به عنوان ریاست قوه قضاییه است و موضع‌گیری که داشتند. ببینید، آقای محمود صادقی نماینده تهران طبق یعنی حقی که به اعتبار نمایندگی مجلس واجد اون شده، یعنی حق اظهار نظر در تمام امور کشور و سوال از مقامات حکومتی، البته این که گفتم تو پرانتز بگم همه مردم حق دارن که در تمام امور کشور اظهار نظر بکنن، اصلا آزادی بیان یعنی همین. خب ایشون که خب به طریق اولاد نمایندگان مجلس حق دارن در تمام امور کشور اظهار نظر کنن
و از مقامات سوال کنند، از مقامات حکومتی و خواستن پاسخ از آنان بشن. خب ایشون بر اساس این حق و احساس مسئولیت و وظیفه شناسی شجاعانه خواستار پاسخگویی آقای صادق لاریجانی درباره 63 حساب شخصی ایشان شد. خواهان پاسخگویی شده و حقش هم بوده، باید هم ایشون پاسخگو بشه. خب آقای محمود صادقی به وظیفه خودش عمل کرده و من متاسفم از این که مجلس یک پارچه از ایشان حمایت نکرد. جز تعدادی بقیه سکوت کردن متاسفانه. کاش اینها یک پارچه از این نماینده مجلس حمایت میکردن، از همکار خودشون حمایت میکردن. البته انتظار مردمی که به اینها رأی دادن اینه که همه نمایندگان باید به وظیفه خود عمل کنند و در مقابل خلاف و فساد بایستند. پرونده سازی و بر اساس آن صدور حکم جلب برای نماینده مردم مسلما غیر قانونیه. و اینکه چرا آقای لاریجانی برآشفت، و این پاسخ به قسمت دوم سوالتونه، و اینکه چرا آقای لاریجانی برآشفت و دست به چنین اقدامی زد، علت اون به اعتقاد من اقدام بر اساس همان استراتژی نصر به رعب مشهور دیگه، این استراتژی از طرف اینا، یعنی پیروزی در ایجاد وحشته. اینا پیروزی خودشون رو در ایجاد وحشت میدونن. حالا هر کسی که باشه میخوان براش رعب و وحشت ایجاد کنن که میخوان چنان وحشتی برای آقای صادقی و سایر نمایندگان ایجاد کنن که دیگه کسی جرأت نکنه از این گونه سوالات از مفاسد مسئولین کشور داشته باشه. یعنی علتش اینه که این چنین برآشفته شده و پرونده سازی میکنه. البته آقای صادق لاریجانی باید بدونه افشای این فساد آنچنان رسوایی به بار آورده که با بگیر و ببند نمیتونه اونو جبران کنه. هیچ جوری نمیتونن سر و ته این قضیه رو به هم جفت کنن. این رسوایی زیادی به وجود آورده. هرچه همه انکارش بکنن باز رسواتره. چه گفتم که البته باید تمامی مخالفان و منتقدان و اصلاح طلبان در مقابل استراتژی نصر به رعب بایستند، با آن مقابله کنند، اونو بشکنند این استراتژی رو، و بدونن که این قدرت استبدادی همیشه در ترس و وحشت از دست دادن قدرت به سر میبره. اونا نباید بترسن از این استراتژی، چون اونا خود این حکومت از همه بیشتر میترسه. برای همین هم هستش که میخواد ترس و وحشت تو اینا ایجاد بکنه که حرف نزنن. به هر حال باید از گفتن سخن حق به هر نحوی که میتونن، به هر نحو ممکن، چه به صورت مصاحبه، چه به صورت سخنرانی، چه به صورت مقاله، سخن حق رو باید بگن. آقای قدیانی، ما از یک سو شاهد فسادهای مالی اون هم در این ابعاد و اون هم در قوه قضاییه و از همه بدتر در رأس قوه قضاییه، قوه‌ای که باید پاسدار حقوق مردم، پاسدار بیت المال باشه، حالا ما شاهد فساد در این ابعاد هستیم در این قوه. از یک سو و از سوی دیگه ما شاهد فسادهای اخلاقی مسئولان کشور هستیم. قاری محبوب رهبر نظام رو خبرش میاد بیرون که به 19 نوجوانی که مشتاق فراگیری قرآن بودن از ایشون تجاوز کرده. سوال من از شما اینه که علت بنیادین نهادینه شدن فساد اون هم در این ابعاد در حکومت جمهوری اسلامی ایران چی؟ ببینید، متاسفانه شکایت و پیگیری چندین ساله این نوجوانان مظلوم و قربانی آن دیو پلید که قرآن کریم را
نقاب نیرنگ و فریب خود کرده بود و با دین خدا این چنین بازی میکرد به جایی نرسید. چرا؟ چون که او وابسته به بیت و مورد حمایت مستبده و دستگاه قضا که وابسته و فرمان بره با یک اشاره به راحتی چشم خودشو به روی این جنایت میبنده و حقوق اون قربانیان رو زیر پا میگذره. واقعا باعث تأسفه. راجع به نهادینه شدن فساد در پاسخ به سوال یک توضیح دادم. به اعتقاد من علل این نهادینه شدن فساد استبداد دینیه که وجود داره و پایه اونم ولایت فقیه که میخواد به هر قیمت قدرت رو مادام العمر حفظ کنه و همچنین عدم استقلال قوه قضاییه که امر بسیار مهمیه و بسیاری از مردم از اهمیت این استقلال قوه قضاییه غافلن و متاسفانه از این طریق ظلمهای بیشماری به این مردم رفته، یعنی از طریق وابستگی این قوه، تحت فرمان بودن این قوه که بعضا همین رئیسش افتخارم میکنه به اینکه فرمانبر ولی فقیه. این به نظر من علت العللش. آقای قدینی، سوال بعدی من مربوط میشه به حجت الاسلام شیخ احمد منتظری. همینطور که شما در جریان هستید، اخیراً دادگاه ویژه روحانیت حکم آقای احمد منتظری رو صادر کردن. 21 سال حبس تعزیری و خلع لباس روحانیت برای ایشون. میخواستم نظر شما رو در ارتباط با این حکم سنگین دادگاه ویژه روحانیت بدونم در ارتباط با ایشون. بله، عرض می شود که همونطور که انتظار می رفت، حاکمیت استبداد دینی این حقیقت رو بر نتافت و ظرفیت اونم نداشت که حداقل با سکوت از کنار این بگذره که این چنین بر رسوایی دستگاه قضاء فرمانبر مستبد اضافه نکنه. این ظرفیت رو نداشت. دادگاه ویژه روحانیت که از اساس غیرقانونیه، آقای منتظری رو، آقای احمد منتظری رو به خاطر بیان حقیقتی تاریخی، واقعا یا حقیقت تاریخیه، این چیزی که در واقعا در خاطرات مرحوم آیت الله منتظری اومده بود، در واقع اونو مستند کرد، یعنی دیگه غیر قابل انکارش کرد. عرض کنم حضور شما که عرض کردم این دادگاهی که آقای احمد منتظری رو به اتهامات واهی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، افشای اسناد سری، برهم زدن نظم جامعه و غیره متهم و او را مجرم شناخت و برای جرمهای ناکرده ایشون را به 21 سال زندان محکوم کرد. حکمی غیر عادلانه، غیر قانونی و ظالمانه و ناقض قانون اساسی و قانونهای مصوب کشور، چون این حکمی اساساً در تضاد با قوانین دیگر. حالا سوال باید که آیا انتشار فایل صوتی مرحوم آیت الله منتظری که مکتوبش هم همونطور که عرض کردم به طور مشروع در خاطرات آقای در خاطرات مرحوم منتظری منتشر شده و دهان به دهان نقل میشد و مورد انکار و حاشای منکران قرار می گرفت، میتونه مصداقی از مصادیق افشای اسناد سری باشه؟ و چگونه میتونه؟ آقا یه چیزی که قبلا تو خاطرات اومده سالهای ساله، بعد این که حالا مستند شده به فایل صوتی،
این چگونه میتونه اسناد جزو اسناد سری تلقی بشه؟ واقعا سوال اینه چگونه اسناد خصوصی و متعلق به اشخاص از سر از طبقه بندی اینا در میاره، سر از طبقه بندی در میاره و متعلق به حکومت میشه؟ و چجوری اینا همه چی رو متعلق به خودشون میدونن؟ این یه سند شخصیه. به نظر بنده پاسخ اینه که استبداد اساساً حقوق مردم رو به رسمیت نمیشناسه و به آزادی بیان و قلم، نقد و انتقاد اعتقادی نداره و از مهمتر از همه از انتشار حقایق هراسان میشه و این هراس اونو غضبناک و مهاجمش میکنه و از جمله نتایج اون تهاجم پرونده سازی و صدور احکام این چنینیه. از همین سنخ برخورد و حصر رهبران سرفراز جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، چون استبداد همیشه در ترس و وحشت از دست دادن قدرت به سر میبره. متاسفانه این ترس و وحشت سبب میشه که دست به چنین اعمالی بزنه که در نهایت خودشو تضعیف خواهد کرد. این کارا خودشو تضعیف خواهد کرد، ظلم و جور زیادی به این مردم میکنه، ولی در نهایت با همین چیزها خودشو ضعیفتر و ضعیفتر خواهد کرد. سال آخر من آقای قدنی از شما در ارتباط با وظیفه مردم در قبال کسانی مانند آقای احمد منتظری یا رهبران جنبش سبز. آقای احمد منتظری آگاهی داره که وقتی بیاد و فایل صوتی آیت الله منتظری رو در ارتباط با جنایات صورت گرفته در سال 67 منتشر بکنه چه عواقبی داره، با توجه به شناختی که از این سیستم دارن. میدونن که این سیستم هیچی رو بر نمیتابه، ولی باز به میدون میان و این فایل رو به عنوان مثال منتشر میکنن و تمام این هزینه ها رو به جان میخرن. یا رهبران جنبش سبز آقای موسوی، شیخ مهدی کروبی، خانم رهنورد الان سالهاست در حصر و حبسند و بر سر موضع خودشون ایستادند به خاطر مردم. در وظیفه مردم در قبال همچین اشخاصی چیه؟ بله ببینید، در وهله اول نخبگان سیاسی، طیف وسیع منتقدین، مخالفین، اصلاح طلبان، کسانی که بر اساس قانون حرکت میکنن و منتقد این حکومت هستن، این حکومت استبدادی هستن، در وهله اول اینا باید یک پارچه از رهبران جنبش سبز آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد و تمام زندانیان سیاسی و تمام کسانی که تحت ظلم قرار میگیرند دفاع کنند و پشت سر اونا مردم هم باید دفاع کنند. وظیفه مردم هم اینه که از مظلومین دفاع کنند. منتها بحث مردم یه در واقع بحث مفصلی است که وقتی میگیم مردم یعنی چه، وظایف مردم یعنی چه، ولی به نظر من مردم ما بسیار خوبن. وقتی نخبگان باشن همیشه اومدن میدون اعتراض کردن، مگه سال 88 اعتراض نکردن مردم؟ بسیاری از این مردم ما به وظیفهشون عمل کردن. الان هم خب مسلمه، بالاخره مردم هم باید دفاع کنن از کسانی که تحت ظلم قرار میگیرن. منتها میگم بحث مردم مفصله، ابعاد گوناگون داره، با چند جمله نمیشه حقش رو ادا کرد. آقای قدیانی سپاسگزارم. خواهش میکنم.